عبدالله از رهبری ثبات و همگرایی. گزارش میشه که نخستین نشانه های رخنه از سوی ارگ در تیم دولت های همه شمول آشکار شده است. محورهای سیاسی و قومی شامل در تیم ثبات و همگرایی، وقتکشی مرموز از سوی دکتر عبدالله در مواجهه با اقدامات تحریک‌آمیز اشرف غنی را یک نوع آینده سوزی برای خودشان تصور کردند. اکنون انضباط قبلی در بین سران ثبات و همگرایی روی یک موضع قاطع و واحد جایش را از دست داده و یک نوع هرج و مرج اعلام نشده و آمیخته به شک و گمان داده است. جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم که از نیروی منسجم و قدرتمندتری برخوردار است، نسبت به عبدالله و در مجموع به شرکای جمعیتی خیش بی‌باور شده و امکان اعلام یک موضع مستقل از سوی آنان دور از تصور نیست. موازی با احوال جاری در صفحات شمال، گراف توزیع سلاح‌های گریسپن برای رویارویی با شرایط نامنتظر در هفته‌های اخیر بالا رفته است. از سوی دیگر تماس ها بین ارگ و جنرال دوستم و هسته های فعال سیاسی در داخل حکومت رو بر رکود همشمول در سطوح مختلف و طور مستقیم و بالواسطه کماکان ادامه یافته است. منابع مستقل میگویند که آمریکا هر دو تیم را از محاسبات خیش بیرون کرده که نتایج آن در جریان تغییرات و انکشافات هفته های آتی بیشتر رونما می شود. در میان تیم ثبات و همگرایی هنوز زیر سایه مشاورت ها و حمایت های بازیگران منطقه ای حداکثر رقیب یا ضد آمریکا قرار دارد. در حالی تیم ثبات بار مسئولیت نبردهای آینده در برابر امارت اسلامی را بر دوش خود احساس میکند، در هسته سیاسیون با منظور مدیریت مقاومت همشمول علیه حرکت سراپا تعرضی و بدون مماشات طالبان، بحث عبور از دکتر عبدالله به مرور داغ شده است. این در حالی هست که ایده بر قسم خوردن دکتر عبدالله خورده گرفته و میگویند قسم با قرآن خوردی که رئیس جمهور همشمول هستی و حق و اراده مسلم مردم را پاس می‌داری. حالا بیش از یک ماه است که به رئیس جمهور سکوت و وقت کش بدل شده و برای شخص خودش جای پای می‌پالد. قرار بر این نبود بعد از قسم خوری اضطراری به همان راهی بروی که همیشه رفته ای. قرار نبود به یک مشت جیفه اداری دل و دیانت بسپاری. در قسم نامت نیامده بود که چند روز بعد در برابر متحدانت سنگ باره می شوی. نمیگویی ته دلت چیست و در اتاقهای گیرو گرفت چه میگویی چه می شنوی. اگر این کتله های مردم با انگیزهی که دور تو جمع شدن دور اشرف غنی جمع شده بودن، تو را اجازه نفس کشیدن در خانه‌ات نمی داد. از نو خمیرت میکرد و مطابق میل خود نان به تنور میزد. تو عامل بحران رهبری نیستی، این بحران رهبری است که تو را از میان امواج هرج و مرج بالا کشیده است. حال دیگر اهمیتی ندارد چه کسانی به دفاع از تو برمیخیزند. این گفته ها در صفحه های شبکه های اجتماعی دست به دست میشود و همه از سکوت دکتر عبدالله به تنگ آمدند.